زشت و زیبا. قصه حقیقی زندگی نویسنده فریبا چرخیم. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخیم میدیا، در این برنامه داستان زشت و زیبا را تقدیمتون میکنم. قبل از این که به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخیم میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من به اشتراک بگذارید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخیم میدیا و ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان زشت و زیبا. در یک روستای دور یک خانواده زندگی میکرد که دو فرزند داشتند، اما دختر نه. خانم خانه حامله بود. بعد از گذشته چند روز دیگر زمان زا به خانم فرا رسید و همان بود که خداوند بزرگ به این خانواده یک جفت دختر دوگانگی نصیب کرد. همه اعضای خانواده از این بابت خوشحال بودند. بعد از دعای شکران و ناممانی و شیرینی تقسیم کردن، متعاقباً اسمهای دخترای تازه به دنیا آمده را زیبا و مقبوله گذاشتند. از اینکه خانم و شوهر انسانهای خوب و با اخلاق بودند، مردم قریه آنها را زیاد دوست داشتند. متواتر به تبریکی می آمدند و ابراز خوشنودی می کردند. همچنان تحفه های مورد پسندشان را با اطفال تازه به دنیا آمده هدیه می کردند. این خانواده خوشبخت که در یک مزرعه کوچک زندگی می کردند و مزرعه برای کشت و کار نیز داشتند، تقریبا همه در آن مصروف کار بودند و از وضع اقتصاد متوسط برخوردار بودند، ولی با آن هم بسیار خوش کنار هم زندگی می کردند. زیبا و مقبوله با گذشت زمان و رشدشان ادامه داده و بزرگ می شدند. این دو طفل دوگانگی برخلاف دیگران مشابه هم نبودند. چهره ها و عادت هایشان زیاد از هم متفاوت بود. مقبوله یک دختر آرام، عاجز، با فرمان حرف شنو، با تربیت، برده بار، با سلیقه، دارای صفات خیلی عالی، ولی سیاه چهره، قد کوتاه، بینی پهن و کم فربه بود. ولی برعکس، زیبا، ماجراجو، دروغگو، نافرمان، پرگپ، بی سلیقه، جنگنداز، پشت سرگو، حاضرجوا و دارای صفات منفی خیلی زیاد، ولی سفید پوست، گونه های گلابی، چشمان زیبا و کشیده، قد راست، خوشتیب و خوشایکل بود. اقارب، همسایه ها، دوستان و آشنایان بیشتر به زیبا توجه داشتند. حتی به نادرستکاری و نادرستگفتاریش هم توجه نمی کردند. در ضمن از مقبوله با تمام اوصاف خوبش دوری می کردند. این وضعیت باعث شده بود روی هم رفته مقبوله خودش را تنها احساس کند و افسرده و رنجور شود. ولی خصوصیاتش ذاتی بود و هیچ وقت در مقابل کسی به جهت منفی تغییر نمی کرد. بعض اوقات که زیبا کارهای اشتباه انجام می داد، می افتاد گردن مقبوله، چون زیبا با زبان بازی و دروغگویی می توانست خود را نجات دهد. پدر و مادر این دو فرزند نیز از وضعیت فرزندان خود رنج می بردند و قلباً مقبوله را چون فرزند خوب و به فرمان بود زیاد دوست داشتند. اما در برخوردشان ظاهراً نشان نمی دادند تا باعث رنجش خاطر فرزندانشان نشود. به ترتیب روزها، ماها و شبها پی هم می گذشتند. این جفت دختر همچنان بزرگ و بزرگتر می شد. در قریه کوچکشان از سالها قبل یک همسایه خیلی خوب و صمیمی داشتند که فرزند این خانواده نیز تقریباً با فرزندان این
خانواده همسن و همسال و همبازی دوران کودکی بود. با هم یک جا بزرگ شدند. همسایه یک پسر خیلی لایق و با استعداد داشت که برای تحصیل از 6 سال قبل و یکی از شهرها رفته بود و در خانه کاکایش زندگی می کرد و به درسهای خود ادامه می داد. بالاخره تحصیلاتش را به سویه لیسانس در رشته حقوق به پایان رسانید و با شامل شدن در وظیفه به ولسوالی مربوط خود بازگشت. همه خوشحال بودند و اطرافیان با او افتخار می کردند که جوان از قریهشان تحصیل یافته شده و دوباره برگشته است. این جوان امیر نام داشت. در ضمن جوانی زیبا، خوشتیب، خوشبرخورد و با نزاکت بود. خانواده برایش پیشنهاد دادند تا در مورد ازدواجش تصمیم جدی و هانی بگیرد و نتیجه اش را به ایشان شریک کند تا باشد و یکی از آرزوهای خود برسند. امیر که در کودکی و نوجوانی شیفته زیبایی زیبا دختر امسایه بود، با خودش فکر کرد که چه خوب است که این پیشنهاد را به خانواده بدهد. اما قبل از او پیشنهاد نزدیکان و امسایه هایشان این بود که او و خانواده اش را نوبتوار به مهمانی دعوت می کردند. البته با پاس قدردانی از فراغت تحصیل و دستیابی امیر به کار. گمان بود که بعد از گذشته چند روز نوبت مهمانی به خانواده زیبا و مقبول رسید. مقبول مانند همیشه زحمت همه کار مهمانی را متحمل شده بود و دستپخت خوشمزه اش را با سلیقه تمام به مهمانان سرویس کرد و با وجه احسن از مهمانان پذیرایی کرد. این زیبا بود که تنها به زر و وضع خود رسیده بود. در عین حال با پرحرفی چشم چرانی و کنایه گوییش ادامه می داد و از امیر خوشش می آمد. او 100% نزد خود خیال بافی کرده بود که امیر من را حتما می پسندد. به هر حال دور مهمانی ها به پایان رسید و چندین روز دیگر از برگشت امیر به خانه موضوع تصمیم ازدواج جدیتر شد که پدر و مادر امیر دوباره سر صحبت را باز کرده و از او پرسیدند: تصمیم تو چی شد؟ آنها گفتند که اکنون دختران قریه را هم دیدی و شاید در شهر کسی را انتخاب کرده باشی، پس خوب است که با ما شریک کنی تا طبق معمول و انعنات مروج به خواستگاری آن شخصی که تو پسندیدی برویم و به خیر نامزدت کنیم. امیر مؤدبانه نگاهایش را به فرش انداخته و با حیای زیاد گفت: راستی مرا از دختر کاکا حمید خوشم آمده. میخواهم با او نامزد کنم و او را برایم خواستگاری کنید. مادر به عجله تمام جواب داد: زیبا، او میدانست که چونین میشود چون او قشنگترین دختر قریه ماست و حتما به خواستگاری می رویم. چی گفتی پدر امیر؟ فردا شب خوب است که به خواستگاری بریم؟ پدر امیر گفت: خوب است. وقت امیر انتخاب کند ما گفتنی نداریم. وقت امیر انتخابش زیبا باشد پس ما حتما می رویم. همان بود که سکوت امیر شکست و گفت: نه زیبا، نه، من میخواهم با مقبوله ازدواج کنم. پدر و مادر بعد از مکس پرسیدن: چی؟ مقبوله؟ امیر گفت: بله، چون زیبایی هایی که در وجود مقبوله است هرگز در وجود زیبا نیست. مقبوله باطن زیبا دارد و عالی است. پدر و مادر متعجب شدند و گفتند: خوب است، پس ما به خانهشان احوال میدهیم که ما فردا شب به خواستگاری دخترشان میاییم. وقت خبر خواستگاری به خانه زیبا و مقبول رسید، خانوادهشان هم فکر کردند که به خواستگاری زیبا میایند.
زیبا با پوشیدن بهترین لباس و آرایش خودش را مزین کرد. ولی مقبوله با حالت همیشگی خود ساده و یک رنگ دنبال کار و سلیقه خانه و نحوه پذیرایی خوب از مهمانان بود که خواستگارها از راه رسیدند. همه با هم خوش خوردند و خندیدند و گفتند. یک بار پدر امیر گفت می خواهم که هدف آمدن ما را مشخص کنم. ما مطابق رسم و رواج به خواستگاری آمده ایم که اگر رضای خداوند جل جلاله باشد می خواهیم دخترتان مقبوله را برای پسرم امیر خواستگاری کنیم. همه میزبانان به یک بارگی سکوت کردند. پدر دختر دوباره پرسید: پدر امیر، منظورتان مقبوله است؟ او جواب داد که بله، پسرم می خواهد باقی عمر خود را در کنار دختر صبور با حیا، بردبار، خوش سلیقه و زیبا سیرت شما، یعنی مقبوله، سپری کند. همان بود که جانبین به این موضوع توافق کردند و ایشان سالهای سال را در کنار هم با خوشیهای تمام مملو از صمیمیت و محبت و زندگی ادامه دادند و خوشبخت شدند. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.